با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با عرض سلام خدمت شما عزیزان و بزرگوارانم. امیدوارم در هر کجای این سیاره زیبا که هستید شاد و سلامت و تندرست باشید. قبل از هر چیزی خدمت تک تک اون عزیزانم که در ایران هستن سلام مخصوص دارم. اومدم ایران و دلم میخواست دستبوس تک تکتون بیام، ولیکن متاسفانه این سعادت نصیبم نشد. بسیار عزیزان زیادی به من افتخار دادن و من رو دعوت کردن و بسیاری از عزیزانم محل سکونت من رو پیدا کرده بودن و میمدن به هتل به دیدار. اون ساعت‌هایی که این عزیزانم به هتل می‌اومدن به دیدار، من خیلی بیشتر راضی بودم تا اینکه من می‌رفتم مزاحمشون بشم. به هر حال به خاطر ترافیک، به خاطر ایام و زها، وقت و این حرفا، حداقل می‌اومدن با هم دیگه یه لقمه نون پنیر هم می‌خوردیم در اونجا. بعد خیلی دلم می‌خواست که می‌اومدم به دیدار تک تکتون. یکی از عزیزان و سروران من امیر حسین عزیزم با اون لهجه قشنگ اصفهانیش به من درست شب قبل از اینکه بخوام تصمیم بگیرم بمونم برای چند روز زنگ زد. من فکر کردم تهرانه. خیلی خوشحال شدم، گفتم حتما میرم میبینمش، یا ازش دعوت میکنم بیاد پیشم که ببینمش. ولی متاسفانه این سعادت رو از من خداوند گرفت. ولی قول میدم به تک تک شما عزیزانم که منو دعوتم کردید خدمتون میرسم، دستتون رو هم میبوسم و دست تک تک شما هم میفشورم با امید بازگشت مجدد من به ایران. ولی اومدنم به ایران خیر و برکت زیادی برای من داشت. اولا که بعد از سالیان سال خیلی از دوستان رو ندیده بودم، متاسفانه موفق به دیدار خیلی از فامیل های نزدیک هم حتی نتونستم بشم، من جمله برادرام حتی. برای دیدارهای کاری زیادی داشتم، در واقع هر روزم به دیدارهای کاری تعلق داشت. دیدارهای کاری برام خیلی مهم بود. اونجا قرارهای کاری گذاشتم، قرار شده بیام خوشبختانه یه سری کارهای رو اونجا، پروژه‌های رو شروع کنم به کار کردن. یعنی در واقع به اون آرزوی قلبیم که بیام در سرزمین خودم بیل به دست بگیرم و کلنگ به دست بگیرم و قیچی باغونی به دست بگیرم و اونجا خدمت بکنم، به این آرزوها نائل شدم و با عزیزانی قرار گذاشتم. احتمال خیلی زیاد اگر اتفاق نیفته، حادثه رخ نده، بنا به دعوت اون بزرگوارانم قرار من در فصل تابستون بیام، به خصوص در باغات لواسون. تعدادی از باغات رو به من معرفی کردن و قرار بر این شد که بیام در اون باغات و تعدادی از باغاتی که در شیراز و سمنان و آذربایجان، حالا بخوام اسم ببرم، فراوون عزیزان به من پیشنهاد دادن و بنده هم پیشنهاداتشون رو پذیرفتم با جون و دل. البته نگفته نمونه، صادقانه بگم من بهشونم گفتم من برای پول نمیام به ایران، من میام به عنوان وظیفه و به عنوان خدمت. به هر حال اگر قسمت بشه تابستون برگردم، از همین الان دارم عرض میکنم من اگر هم میام ایران برای هر کدوم از شما عزیزانم کاری بکنم، هدف دریافت پول ندارم. خیالتون از این بابت راحت باشه که کسی پول برای من کنار نذاره، چه از عزیزان دولتی چه از عزیزان مردم عادی. به هر حال برای من هیچ فرقی نمیکنه، ایرانی ایرانیه و ایران وطن منه. خیلی از عزیزانم انتقاد میکنن که تو چرا از ایران تعریف کردی. ببینید، بیاییم یک مقدار صادق باشیم. کمی ها و کاستی ها در زندگی تک تک ما هست و موفقیت ها هم در زندگی تک تک ما هست.
من کاری به نظام جمهوری اسلامی اصلا بگیم نداشته باشم. آیا اون جوانهایی که از دانشگاه های ایران مدرک گرفتن و اون طرح‌ها رو در اون کشور پیاده کردن، اونا حقشون نیست ما از اونا تعریف بکنیم؟ آیا اونا حق ندارن ما بگیم چقدر کار زیبایی انجام دادن؟ عزیزان من، وقتی کار زیبا رو میبینیم باید تمدید بکنیم، و اگرم کار عیب‌دار میبینیم حتما باید انتقاد بکنیم. آیا شما در این مدت که من از کلیپ میذاشتم و صحبت میکردم دیدید برم بالای یکی از چاه‌های آب بگم به به عجب چاه آبی، یا عجب سدی، یا عجب به فرض مثال نیروگاه اتمی؟ نه، کار بد بعد کار خوبم خوبه دیگه. من 100% مخالف با احداث چاه هستم، من 100% مخالف با ساختن سد هستم، هرگز هم ازشون تنبیه پیران ساختن، خیلی هم کار زشتی انجام دادن، ولی اون پروژه ها و اون طرح هایی که قشنگ بوده و زیبا بوده انصافا باید قدردانی کرد. وقتی که از یک حکومتی هر روز صبح تا شب پاشیم زن و بچه ریز و درشت هی بگیم بدن بدن بدن، وقتی که طرف میشنه به همه چیش بده، خب اونا میشه بد دیگه. بنابراین من اگر اونجا مسیرهایی رو رفتم و دیدم خوبه و کلیپ گذاشتم و ازشون قدردانی کردم، هدفم قدردانی از شخص نظام نیست، هدفم قدردانی از کل ملت ایرانه، و کل ملت ایران هم تشکیل دهنده نظام جمهوری اسلامی هست. آقا ما یک کشوری داریم به اسم ایران و یه نظامی داریم به اسم جمهوری اسلامی، حالا شما میتونی موافقش باشی و مخالفش باشی، در حال مردمی 85 میلیون مردمی زیر چتر این نظام دارن زندگی میکنن، درونشون آدم‌های بسیار موفق هم وجود داره و آدم‌های بسیار ناموفق هم وجود داره، و این در کل دنیا هست، تنها به ایران مختص نیست، در همین آمریکا تا دلتون میخواد آدم بیکار و گرسنه و کارتون خواب هست، تا دلتون هم بخواد آدم‌های موفق و چی میگن؟ ثروتمند و تحصیل کرده و دارای مدارک هستن. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم یک کشور 100% بده، یک کشور 100%. بیاید مطلق نباشیم، هیچ چیزی مطلق نیست، همه چی نسبیه، در هر حکومتی در هر کشوری بد و خوب وجود داره، ولی مهم اینه که تشکیل دهنده اون نظام ها خود ملت ها و کشور ها هستن. اگر ملتی بد هستن نظامشون هم بد میشه، اگر ملتی خوب هستن نظامشون هم خوب میشه. بدون تعارف در یک خانواده که پدر مادر لاتولوت و مواد مخدر فروش و قاچاقچی و جنایتکار و آدم کش باشن، خب بچه هاشون هم طبیعی همون میشه. ولی اگر یک خانواده مؤمن خوب متدین با شرف با وجدان باشه، طبیعتا خانواده بچه سالمی هم تربیت میکنه. پس هر حکومتی زایده خود ملته، یا اگر رحم نکنیم ما به هم دیگه، قطعا حکومتگره ها هم به ما رحم نخواهد. به بیگانه ها دل نبندید، به آمریکا، به روسیه دل نبندید. ببینید همین ملت اوکراین رو به چه روزی انداختین آمریکا؟ شما فکر کنید پوتین این کار کرد؟ پوتین عددی نیست، رقمی نیست، پوتین خودش یک سگیه که سگ زنجیری دست همین آمریکایی هست. اینا به چراغ سبز دادن که بمب و موشک رو به سر و ملت بدبخت اوکراین بریزه. اینا نوبتی دنیا رو شخ میزنن، یه روز افغانستان، یه روز اتیوپی، یه روز سوریه است، یه روز یمن، یه روز عراق، یه روز ایران بوده، 8 سال مارش بخ زدن اینا. اگر امروز این همه مصیبت ها و بدبختی ها رو مشاهدیم، دلیلش فقط اون شخ زدن هایی بوده که آمریکایی ها در دنیا میزنن و خواهند زد. ولی اگر هوشیار باشیم، همین ملت اوکراین اگر حماقت نکرده بود، رئیس های جمهوری قبلیشون خریت نکرده بودن، نیروگاه های اتمیشون رو تقدیم ایران کرده بودن، الان روسیه غلط میکرد که به اوکراین حمله بکنه. اگرم ایران امروز داره دست پا میزنه که بتونه به یک نیروی اتم برسه، من به شخص ازش حمایت میکنم، چون اگر نداشته باشه تو سرمون دوباره میزنم. من کاری به نظام ندارم، کاری که میکنیم دفاع از خودمونه. ما باید ابزار داشته باشیم، اسلحه داشته باشیم که این دنیا بتونیم زندگی بکنیم. ولی با این شرایطی که امروز برای روسیه به وجود اومده، اگر حکومت جمهوری اسلامی توشون آدم‌های باشعوری باشه، بهترین فرصت برای ایران.
الان روسیه گاز و نفتش به روی اروپا باید بسته بشه و آمریکایی الان منت ایرانه میکشن. این یعنی میفتن به دست پای ملت ایران که این نفت و گاز و ملت ایران بفروشن تا شر روسیه از سر اروپا کنده بشه. یعنی اگر مسئولین جمهوری اسلامی اگر عقل و شعور داشته باشن الان بهترین موقع است که این برجام رو به فرجام برسونن تا بتونن از این موقعیت طلایی که به دست اومده برای ایران میتونه ایران در عرض یک ماه میلیاردها دلار نفت و گاز بفروشه به اروپا. اروپا محتاج کشته این نفت و گازه. به خاطر همین روسیه داره به اروپا زور میگه. ایران الان بهترین موقعیت ما ایرانی‌ها باید فشار بیاریم به مسئولین جمهوری اسلامی که الان هر طوری شده این قرارداد رو به نفع ملت ایران تموم بکنه. اینقدرم لفتش ندن، اینقدرم کشش ندن، سالیان سال الکی هی برو وین رو برگرد را نندازن، هی جیب و هتل درهای وین رو پر نکنن بدون هیچ دلیل و منطقی. بگذاریم از لطف تک‌تک‌تون ممنونم. برم سراغ سوال‌ها و جواب‌ها. برم از اول شروع کنم. ماشاءالله. آره فکر کردم قبلا توی ایران مردم دیر میشه براشون وقتی من میام. تازه وقتی اومدم ایران برگشتم دیدم نه بابا مردم ایران تازه 12 شب به بعد از شروع میکنم به زندگی کردم. خیلی ممنونم. لطف داری سلامات شما رو به روی چشم میذارم، روی قلبم میذارم. متشکرم، متشکرم از تک تکتون. قربونتون برم. همیشه عالی خوب بوده. بله بله همیشه خوب بوده. متشکرم امیر حسین عزیزم که دیدم این تو. و سلام استاد، خسته نباشید. ایرانی گردی چطور بود؟ باعث افتخار ما، شما باعث افتخار منید. من مهمان شماها بودم. ببینید عزیزم من، یادتون باشه ایران خونه دل منه، اینجا خونه جسم منه. نه ایران رو من انتخاب کردم که کشورم باشه، نه اینجا رو. انتخاب خودم نبود. ایران رو پدرم و مادرم تولید بچه کردن، منم یکی از اونها بودم. در سرزمینی به دنیا اومدم به اسم ایران. پس قبل از پدر مادرم ایران زادگاه منه، ایران مادر منه. پس قلب من درون ایرانه. من هر جای دنیا برم و به هر موفقیتی برسم، من به اندازه یک وجب از خاک ایران تمام دنیا رو نمیدم. یادتون باشه من عاشق ایرانم، دلم تو ایرانه. ولی اومدنم به اینجا فقط به هزار دلیلی که شما هم خیلیاتون باش مواجه هستین: بیکاری، بی‌عدالتی، پارتی بازی، هزار تا بامبو دیگه خودتون میدیدید. من اهل این کارا نیستم و نبودم. اومدم اینجا که بتونم درس بخونم، همسرم درس بخونه، فرزندانم درس بخونن. چاره ای هم نداشتم. اگر میخواستم بمونم ایران باید مثل خیلی ها دیگه میجنگیدم و معتاد میشدم و هزار مصیبت های دیگه. ولی الان خوشحالم که اینجا خونه جسم منه. هر لحظه که دلم بخواد این جسم رو جا به جا میکنم میبرم، ولی دلم رو نمیتونم جا به جا کنم. یادتون باشه جسم جا به جا شدنیه ولی دل جا به جا شدنی نیست. دل زمانی که جا به جا شد دیگه انسان مرده. من ریشم تو ایرانه و عاشق ایرانم و عاشق تمام ایرانیان. برای من اصلا فرق نمیکنه نظام جمهوری اسلامی باشه، یهودی باشه، مسلمان باشه، سنی باشه، شیعه باشه، بهائی باشه. هر کسی که ایرانیه، دارای هر ملیت و دارای هر دین و دارای هر عقیده، من فداش هم میشم، قربونش هم میرم، نوکرش هم هستم، دستش هم میبوسم. اگرم این کار رو دارم انجام میدم، این خدمات رو دارم ارائه میدم به شکل رایگان، فقط میخوام عشقم رو به شما ایرانی ها ثابت بکنم. من هیچ چشم داشت نیست و به این برنامه ها نداشتم و ندارم. الان هم دارم میگم تا بسونم که دارم میام برای اون عزیزم که بهشون قول دادم بیام کار بکنم براشون، رایگان دارم میام کار بکنم و برای هر کنون از شما میخواییم روی چشم. چشم من یه انگور داشتم میخواستم به خاک بکشم. اوکی خوابوندم از وسط شقه شد، چیکار کنم؟ درست میشه یا نه؟ ببینید اگر تو این فصل شما درختتون از کمر شکسته، اصلا بهش ور نرو. اون قسمت شکستگی رو یک مقدار گل روس بمان روش بذار بمونه و اون قسمت رو که گل روس میمالی روش با یک گونی بپیچونش که از دو سر حالت خاک و ریشه بهش داده باشه. امیدوارم در تنهاش حتما یه اثری از رویش و زایش وجود خواهد داشت. زنده میشه، نگران نباش.
اگرم از خود تنه رشد نکنه از ریشه رشد باید کرد، به شرطی که اون قسمت ژل رس فقط میمالی، بعد یه گونه میپیشی دورش، بعد رها میکنه، مشمائنا نمیبندی بهش، اونو به همون شکلی به پهلوان میخوام بزه رو زنده مونه، من مطمئنم جون خواهد گرفت و بهشم بردم، هیچ کارش نداشته باشم. خب سلام صابر، چیکار کنیم که درخت دیرتر از خواب بیدار بشه؟ ببینید از زمان ما نمیتونیم کاری بکنیم که درخت دیرتر از خواب بیدار بشه، به این دلیل که در تمام مناطقی که درخت‌های چهار فصل هستن، نه درخت‌های استوایی، حتی اون درخت‌های استوایی هم خواب زمستونی دارن، اشتباه نکنیم، مرکبات یا آناناس یا منگو یا آووکادو، اینا که مورد مناطق استوایی هستن، حتی اونا خواب زمستونی دارن، اشتباه نکنیم، حتی فوریور گرین، کاچ، اینا هم حتی خواب زمستونی دارن، ولی درختان دیگه که خواب مطلق زمستونی دارن که حداقل 90 روز، 100 روز، 120 روز به خواب کامل زمستونی میرن و برگاشو میریزه، اینا درختایی هستن که چرخش زمین و طولانی بودن روزها و تابش نور اینها رو چه بخوایم چه نخواهیم از دل خاک بیدارشون میکنه. ممکنه الان همینجا که الان بنده هستم برف هست در بیرون، یخ بنده رو ولی آفتابه. چرا؟ چون روزها بلندتر شده، الان از ساعت 6 صبح هوا اینجا روشن تا ساعت 6 بعد از ظهر، رفته رفته هی داره این اضافه میشه، از چند وقت میشه 5، از اون برم میشه تا 8 شب و 9 شب یا میشه 4 و نیم صبح. پس اینو من نمیتونم جلوی رویش یک گیاه رو بگیرم، ولی یه سری کارها ما میتونیم انجام بدیم که این کارها باعث بشه که یک مقدار خاک گرما رو دیرتر جذب خودش بکنه. یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که زمانی که مطمئن باشیم که زمین گل نیست، اشتباه نکنیم، زمین باید خاک رو از زمین بردارید، یه ذره بکنید، تو مشتم بگیرید، فشار بدید، باز که کردید این کوفته، این یک چی بگم کباب کوبیده که تو مشت نگه میداری، بعد اون بندازه رو زمین، اگه افتاد رو زمین پخشو، اون خاک شرایط شخ زدن رو داره، در اون شرایط زمین رو قبل از یخبندی و زمستون شما شخ بزنید، کود حیوانی هم بهش اضافه بکنید، بعد اجازه بدید که آب توی اون قسمت هایی که شخ زده به شدت میره میمونه، چون زمین ناهموار میشه، عبور نمیکنه، یخبندون زمین بیشتر میشه، به شرط که به توبه های یخبندون نذاریم برسه، با فاصله شخ بزنید، حداقل 3 فیت فاصله از ریشه بذارید و تنه بذارید، بعد روغن برک هم در همون ابتدای زمستون که درختاتون لخت شده بهش بزنید، اینا عواملی که درخت ما یک مقدار دیرتر از خواب بیدار میشه و آفت کمتر و آسیب کمتری میبینه. استاد ما به من نگید استاد، من صابرم، ما تبریز هستیم، به 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 همشهری خودم، البته من سرابی، ما هنوز چارکود نکردیم، الان میتونم چارکود انجام بدم. ببینید عزیزان من، بهترین زمان چارکود، بهترین زمان کوددهی، کود حیوانی به درخت ها، به گیاه ها دادن، بهترین زمان در آغاز زمستون منطقه است. حالا ما یادمون میره به هزار دلیل، اگر زمینتون گل، نه این کار رو نکن، عرض کردم الان زمین باید از رطوبت شدید خالی شده باشه، یه رطوبت نسبی باید زمین داشته باشه. شما میتونید این کار رو تا الان اگر زمین برف داره روش گل، چون زمین که برف داره گل نمیشه لشتر، زمانی که خاک پنگ یک نوع از حالت باطلاقی که در اومد مطمئن شد ترد شد بعد انجام بده، و چارکودت رو هم حتما حتما وقتی که چارکود میکنی کف چاله رو اول یک مقدار کود شیمیایی بریز، بعد کود شیمیایی رو وقتی که ریختی کود گاوی رو با کود شیمیایی مخلوط، کنه هر گلاس آف وادر یا اور باتل آف وادر، ام ساری بعد یادم رفت، بعد کود شیمیایی، اگر میدونی که خاکتون چه نوع عناصری کم داره که بهتر آزمایش بگید، اگر باغ دارید
حتما این کار رو لطفا بکنید، آزمایش بگیرید و مطمئن شید که عناصر کمیاب خاکتون چی هست. اونجوری خیلی میشه در واقع کود شیمیایی انتخابی. ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم برای باغاتمون کود شیمیایی انتخابی بدیم. چرا؟ یک زمین رو ما میاییم تست میگیریم، میبینیم نیتروژن این خاک بالاست، تنکی بریم باش میبینیم نیتروژن این خاک بالاست. خب اگر من قرار باشه کود 20-20-20 به این خاک بدم، من نیتروژن رو با عناصر دیگه به شکل برابر به خاک دادم، پس این نیتروژن دوباره بیره بالاتر و همین مثلا باعث سوختگی برگهای درخت من میشه، بعد سیاه شدن مغز مثلا گردو میشه یا لکه‌های سیاه روی میوه ها رو وجود میاره. بهترین کاره که ما خاکمون رو آزمایش بکنیم، مطمئن بشیم که چه نوع عناصر کمیابه اونها رو در چارکودامون بریزیم. برای چارکود رو با همون کود مورد نظرتون، کود حیوانی پوسیده 100% پوسیده، مطمئن باشید از پوسیدگی کود و بریزید و روی چارکودتون رو همون خاک که از زمین در آوردید تخت کنید دور درخت، اون چاله رو پر کنید، نذارید چاله گود باشه که توش آب بمونه، حالت باطلاق بشه و حرکت نرم و آروم اون کود رو از بین ببره. وقتی باطلاق بشه پر بشه اون تو بمونه آب، باعث بشه که در یه مقطع جل میشه، آب زیادی باعث بشه که با اون جل اون آمیخته بشه حرکت نکنه و زمانی که خشکی بیاد و آبیاری کمتر بشه سنگ میشه و هرگز اون کودش نمیده، اون خاک رو این سنگ این کوخ میکنه. پس سعی کنید روی چارهاتون حتما مسطح کنید که آب توش زیاد جمع نشه. من یه درخت انگور میخواستم، خب اینو که جواب دادم هیچ جواب شد. اوکی استاد، روغن برک هر سال باید به درخت ها بزنیم؟ ما سال قبل زدیم، امسال هم لازمه. ببینید اگر ما قصد داریم که یک آدم سالمی باشیم، از دیدگاه بنده با اون دانش بسیار کمی که دارم، گیاه، حیوان، نبات و انسان، ما چهارتا دارای یک سیستم فیزیکی و عنصری هستیم. همه ما باکتری هایی هستیم به شکل های مختلف. بنابراین اگر من به عنوان یک انسان قصد دارم که عمر بهتری داشته باشم و سالم تری داشته باشم، باید حتما بهداشتم رو رعایت بکنم، واکسن هام رو باید بزنم، تغذیه اصولی داشته باشم، ورزش بکنم، غذای بد نخورم، خواب به موقع داشته باشم. اگر این کارا رو بکنم من سالم‌تر می‌مونم. ممکنه مثلا 60-70 سال زندگی بکنم، ولی ممکنه یه نفر دیگه 60-70 سال هستش، در مقابل با همدیگه شاید اختلاف بسیار زیادی از لحاظ نفس، از لحاظ راه رفتن، از لحاظ وزن برداشتن داشته باشیم. سلامت فیزیک بستگی داره به تغذیه و بهداشت. پس بنابراین شما وقتی یک سگ بلگرد یا یک گربه بلگرد که تو خیابون بلوه چندش میشه بهش دست بزنی، اگر دست بزنی شاید اصلا ازش یه ویروسی بگیری، ولی وقتی میره داخل خونه یه شخصی میبینی یه گربه شیک و خوشگلی یا یه سگ شیک و خوشگلی داره، بغلش هم میکنی، حتی اجازه میدی سر صورت هم لیس بزنه اون سگ. چرا؟ چون از بهداشت و مطمئنی، از سلامت و مطمئنی. پس درخت و گیاه هم دقیقاً همین حکم رو دارن. ببینید درخت چون درخته، ما میزنیمش بر رو بیابون میمونه میگیم تموم میگه خودش برای خودش، نه، اون درخت بله درخت های جنگلی متفاوت، این درخت های جنگلی بافتشون جنگلیه، میفته تلق رو میشکنه ولی بغلش درخت رو میاد بارا، اون بافتش اینه. ولی یه درخت سیب اگه شما از کمر ببری یا بشکنید دیگه فاتحش کنه هست. ما نمیتونیم به شکل جنگلی درخت های میوه رو یا سیفیجات و سبزیجات رو پرورش بدیم. پس بنابراین این درخت میوه رو که من شما نگهداری داریم میکنیم نیاز به بهداشت داره. بهداشت این درخت حکم میکنه به من شما، این رو در آغاز زمستون زمانی که درختمون لخت مادرزاد شد یه روغنی ورک بهش بپاشیم. و بهترین حالت دیگه شم اینه که در همین فصل و الان اینجا رو محلس ها رو شروع کردیم، هرس رو شروع بکنیم، هرس بکنیم قبل از که این بلوم ها، قبل از اینکه تورم ها باز بشه،
پرس رو میکنیم و بلافاصله این روغن ورچ رو دیگه میزنیم. بعد به این روغن ورچ ما میکنیم حتی مخلوطی از سم ضد حشره مثل دیازنام یا هر نوع دیگه اگه دوست داشتیم میتونیم مخلوط بکنیم، ولی بهتره که مخلوط نکنیم، جدا جدا بزنیم. سم ورچ خودش کار هم حشره کش انجام میده هم قارچ کش انجام میده، ولی بهتره که از اونها استفاده بکنیم، همین تنها به روغن ورچ اکتفا نکنیم. الان هم شما اگر در آذربایجان عزیز تشریف دارید، هنوز درختاتون تورماش باز نشده، هنوز اگر هرس رو شروع نکردید حتما این کار رو انجام بدید. بله آره باید بزنی هر سال. بله دوست دیگه هم جواب داده، آره باید بزنی هر سال. استاد لطفا در مورد ترکیب روغن ورچ و قارچ کش و حشره کش توضیح بدین، چون در آذربایجان با توجه به هوای متغیر امکان سنگ‌پاشی تک به تک هم هستش. ببینید الان هم از کردم خدمتون خواهر عزیزم، بهتره که این رو ترکیب نکنیم با هم، بهتره که نکنیم، ولی هیچ وقت قارچ کش رو هرگز به ورچ پاک نکنیم، ولی میتونید مقداری حشره کش رو بهش مخلوط بکنید. ولی چه بهتر که ما اینا رو با فاصله های 72 ساعت و یادتونم باشه حتما درختاتون رو موقع که سنگ‌پاشی میکنید، چه ورچ چه حشره کش چه قارچ کش، یادتون حتما باشه تنهای درخت خیس نباشه، بارندگی نباشه، باد نباشه. الان آفتاب الان عالیه، این آفتاب هیچ ضرری نداره، تو این آفتاب بزنید اتفاقا بهترین موقع است که الان تو آفتاب کار میکنید. برای در فصلهای دیگه هم هرگز در زمان آفتابی هم اتفاق نزنید. در زمان آفتابی، در شبهای تاریک، در زمان بادی، در زمان بارندگی، حتی اگر قرار فرد بارون بیاد سنگ‌پاشی ها رو متوقف کنه انجام ندید. زمان حرس درخت ها رو میفرمایید و اسفند ما چه کارهای دیگه باید انجام بدیم تعریف هستیم. ببینید زمان حرس درخت ها متغیره، خیلی جاها ما میتونیم حتی در پاییز درخت ها رو حرس بکنیم، بستگی داره به شرایط جغرافیایی منطقه ها. ولی الان بهترین زمان در هر منطقه، اینجا عرض میکنم هوای منطقه ما مثل آذربایجان عزیز ما نیست، اونجا کوهستانیه، تکیگاهش کوههای سبلانه، کوههای آراراته و هوای ثابت بیشتر داره تا هوای متغیر. ولی اینجا شاید بگم هزاران هزار کیلومتر دشت جنگلیه، به خاطر همین هوای ثابت نداره. امروز آفتابه، تا آخر این هفته آفتابه، آخر این هفته قرار دوباره هوا بره زیر صفر و دوباره بارندگی شروع بشه. بنابراین این افت و خیزات ها آخر اینجا 21 مارچ بهارش شروع میشه، امروز هم هستش 27 فوریه، در واقع کمتر از یک ماه ما وقت داریم تا این کارا رو انجام بدیم. ولی به یک باره دیدیم مثلا هفته بعدش اصلا اینجا شد تابستون. ولی در آذربایجان شما که هوا آروم آروم سرد میشه و آروم آروم گرم میشه، تا زمانی که مطمئن نشدیم که درختاتون قراره مثلا 20 روز دیگه 15 روز دیگه از خواب بیدار بشه، بهتره زمان هرسه. در زمانی که درخت ها روش یخ بندون هست، شاخه ها یخ، هوا سرد، یخ بندون زیر صفره، هرگز هرس نکنید. با امید موفقیت روزافزون شما فداتون بشم، با امید موفقیت روزافزون همه ایرانی های عزیزم، سلام و درود به فرستی مهاجر. قربونت برم امیر حسین، دلم برات خیلی تنگ شده، میبینمت. اون چیزی هم که پیشنهاد کردم حتما ساوندکلاودش رادیو رو برام میفرستم، لطف بکنید اینا رو به هر طریقی که خودت صلاح دیدی در اختیار ایرانیای عزیز بذارید، خودت می‌دونی هر چه راحتی. اگر پول نمیگیری باغ ما هم سر بزن، من به شما قول شرف میدم من در ایران از کسی حتی یک پنی هم نمیگیرم، حتما هم میام به روی چشم هم میام بهتون قول میدم. انشاءالله زمانی که واسم بیام ایران یک ماه 20 جلوتر اعلام میکنم بهتون. اینقدر مشابه زیاد هستید، اینقدر دعوتی داشتم از همه جای ایران. به امروز داشتم به خواهرم میگفتم که اگر قرار بود من به تک تک شما عزیزانم سر بزنم، کم کم یه دو سال با توی ایران میموندم. من خیلی از دوستان نزدیکم از من رنجیدن، گلیگی برای من نوشتن و دفور شدن، اصلا با من غر کردن بعضی هاشو، مثل آقا رسول که یا مثل آقای سعید همایون فر یا مثل احمد و محمد و علی و قفار زادگان، اینا از من دلخور شدن، رنجیدن که چرا وقتی رو به ما سر نزدی.
حتی گلگی برای من نوشتم، ولی به من این رو ببخشید. من حتی حاج رفیقمون مداح امام حسین که از شما به من زنگ زد، از من خواهش کرد حاجی که پاشو بیا پیش من، بهش گفتم شرمندتم نمیتونم. خیلی لطف داشتیم به من، ممنون بودم. معلم چه اسید آمونیومی برای تنش گرم و شوری موثره؟ ببینید برای اینکه ما بتونیم برای گرما و شوری فائق بیاییم، بهترین کاریه که ما برای گرما و شوری از گوگر استفاده بکنیم. در غیر این صورت هیچ چیزی حریفش نخواهد شد. آیا ماده هست که برای گرم آبی مؤثر باشه؟ برای کم آبی آیا ماده هست که برای کم آبی مؤثر باشه؟ نه، ما در مناطقی که کم آبی هستش باید درختان رو بکنیم که به کم آبی مقاوم باشن. سعی کنید مخالف شرط جغرافیاییتون درخت و گلدی ها نگارید. حتما محیطتون رو بررسی بکنید، ببینید چرا درخت ها اونجا عمل میاد، حمله میکنید. ما قرار است که جغرافیای جهان عوض کنیم. در هر جغرافیای یه گیاهی عمل میاد. من متعلق به یه جایی هستم که اونجا فقط اینجا همین شهری که الان من هستم در اینجا خرما، موز، پرتقال اینا عمل نمیاد. خب زور که نیست عمل نمیاد. پس بنابراین کاری بکنیم که خلاف جهت خدا حرکت نکنیم دیگه. همون چی که برای اون قسمت هست همون جهت انجام میدیم. استاد میشه باغ هرس کرد؟ استاد میشه باغ هرس کرد؟ متوجه سوال نیستم. اوکی، سلام علیکم و سلام، سلام علیکم و سلام. لطفاً توجیه نکنید. چی رو نمیدونم؟ چی رو نمیدونم؟ توجیه، چی رو توجیه کنم نمیدونم. سلام، آلوشه 5 ساله من نرک تولید میکنم، قطع کنم یا پیوند بزنم؟ ببینید البته شما اگر آلوچه‌تون اون نرک ها رو هرس کن، نرک ها رو از بیخ بزن. الانم یه ویدیو که دیروز گذاشته بودم برای گلابی، هر جایی که شما میبینید درخت و نرک تولید میکنه اون بیخ بیخ بزنش. و یادتون باشه برای این درخت آلوتون انشاءالله به امید خدا اردیبهشت، اواخر اردیبهشت چند تا از شاخه هاشو یه پیوند بزن، بزازم حالت جیجی بیاد بیرون. بعدش هم دور طوقه درخت رو، الان اگر یخبند نداری هوا خوب شده، دور طوقه درخت رو از زمین یه ارتفاع 1 متر قرار بده. دور طوقه درخت رو به پهنای 1.5 سانتی پوست درخت رو حلقه بکن، بزن ارتباط شیره نباتی قطع بشه تا درخت وارد یه شوکه میشه، دوباره میخواد اینو متصل بکنه، اون انرژی زیادی که توی درخت باقی مونده تخلیه میشه، میشه برمیگرده به میگه. سلام استاد، برای آبیاری باغ از چه نوع آبی استفاده میکنید؟ آیا آب لوله کشی شهری هست؟ ببینید اصولا در جاهایی که باغبونی ما میکنیم، اینجا خوشبختانه از لحاظ بارندگی بسیار عالی داره. یعنی بهتون بگم شاید بخندید، ولی به اندازه 3 فیت تا 4 فیت زمین رو که میکنیم، ما اینجا هم پمپ سام پمپ بهش میگن، اینجا گذاشتیم 3 فیت زمین رو کندیم، از اونجا آب پمپ میکنیم در بالا 3 فیت. در واقع مثلا من الان قدم نزدیک به 6 فیت 5 فوت و 6 اینچه حساب بکن، مثلا تا اینجای من از زمین بکنی به اینجا به آب میرسی و اون رو سامپاپ میذاریم، ما لوله کشی میکنیم و به باغاتمون میرسونیم و خود آب بارون هم اینجا جریان خوبی داره. اختلاسگر هم تو آمریکا هست؟ بله، اختلاسگر هم تو آمریکا هست. خود همین خانم نانسی پلاسی یکی از اختلاسگرهاست. 200 میلیون دلار شوهرش در یک کلاهبرداری که از یک پروژه با خبر بود سود برد. خانم
همه به حریص، یکی از همین اختلاسگراست، یک زن کاملا فاسد جنسی و فکری، کسی بود که با داشتن شوهرش اومد با همین کسی که الان داره زندگی میکنه رابطه جنسی برقرار کرد، برملا شد، شوهرش رو بهش خیانت کرد، اونو پس زد و از طریق قاچاق مواد مخدر در کالیفرنیا به میلیاردها پول رسید. در همین جام اختلاس تا دلت بخواد است. اختلاس از اینجا به اونجا میاد. یادتون باشه از اینجا به اونجا نمیاد. تمام فسادها از آمریکا از طریق فیلم‌های هالیوودی به کشورهای دیگه تبلیغ میشه و میره. خیالتون راحت بشه. اختلاس اینجا خیلی بیشتر از ایرانه. منتهای مراتب اینجا لیبرالاشو میذارن، بوق و کلانه میذارن، مردم رو نمیدن چونن، هی دم به دقیقه ملت ایران از صبح که با میشن فقط مینانن، هیچ چیز خوبی اطرافشو نمیدن، همش چیز منفی میبینن. ولی اینجا مردمانشون میگن آقا اون آدم فاسدی اشکال داره، بقیه که خوبن. ما یعنی توی این همین مردمی که توی ایرانمون داریم هیچ آدم سالمی نیست، هیچ نماینده‌ای، هیچ وزیری، هیچ چی میگن رئیس جمهوری، هیچ آدم حسابی تو کشورمون ما دیگه نداریم، فاسد هم هست، سالم هم هست، همه جای دنیا هم هست. سلام، راه مبارزه با کرم خردات یا کرمی که داخل درخت زردالو نفوذ میکنه چیه؟ خب من همش 20 دقیقه دیگه در خدمت شما هستم، بیشتر نه. ببینید کرم خردات یکی از عوامل افت و خیز آبیه که در یک منطقه به وجود میاد. وقتی که در یک منطقه، نه در باغ شما، در یک منطقه کم آبی که به وجود میاد، آب اون منطقه نشست شدیدی میکنه و در واقع رو به خشکسالی میره. کرم خرات اصولا در دل خاکه. اینا زمانی که در زمین احساس تشنگی میکنن و درخت ها، یادمون باشه زمانی که آبیاری منظم و مرتبی داشته باشن، رطوبت کامل رو از خاک بگیرن، این تنه درخت وقتی پوستش رو بکنی یک پوستی، یک بدنه‌ای داره، دقیقا این استخون حیوان، این استخون انسان، شفاف و حالت لجز و بسیار محکم و قوی. وقتی که بی آبی، کم آبی در منطقه به وجود میاد، اون لجزی و اون حالت سفت بودن از تنه درخت کنار میره، حالت تردی پیدا میکنه و کرم خرات به راحتی میره در اون رو سلاخ میکنه، یعنی درل و اون تو تخبیزی میکنه و میمونه. تنها راش اینه که کاری نمیتونی با کرم خرات وقتی تنه درخت میره کاری بکنی، ولی شما میتونی اون سوراخ ها رو شناسایی بکنی، توشون رو مواد سمی فرو بکنی و روش رو یا با سریش یا با چسب پیوندی پر بکنید تا اون تو خفه بشه و بخور و عقیم بره. ولی آبیاری درختت رو باید باقف کنن تغییر بدی. اگر به فرض مثال در 10 روز یک مرتبه آبیاری میکردی، حالا بکنش در 7 روز، در 6 روز یک مرتبه، بذار این زمین رطوبت خودشو داشته باشه. با سمپاشی هرگز شما حریف کرم خربات نمیشی، ولی کرم خربات اگر میخواید ریشه کم بکنید، بهترین کار ده که آبیاری منظم، از بین بردن علف‌های هرز، شخم مرتب هر ساله باغتون، نه اینکه تنه درخت با فاصله، و سمپاشی با روغن ملک هر ساله، این بهترین کاره. اگه باغ نیست، باغچه است، بیل بزنید و این سمپاشی رو حتما انجام بدید و آبیاریتون منظم بکنید. خب استاد، قبول ندارم پدر و مادری مؤمن دخترشون مشکل داره. نه، مطمئن باش مؤمن نیستن. مطمئن باش مؤمن بیشعورن، مؤمن باشعور نیستن. خیلی از اون وری میفتن. مؤمن وقتی که یک آدم متعصب خشک دوگنی باشه، به دختر یا به پسرش فرصت حرف زدن نده، فرصت انتخاب نده، فرصت تصمیم گیری نده. یه آدم مؤمن باید به فرزندش اجازه بده که خودش انتخاب بکنه مؤمن باشه، نه اینکه به زور لغت صبح بیدارش بکنه بگه پاشو نماز بخون.
اون وقتی که اون بچه سالم به وجود میاد، وقتی که ما در خانواده دود و دیکتاتوری زندگی بکنیم، مؤمن که باشیم، پولدار که باشیم، دکتر من آدم های رسول ها دارم، دکتر و مهندسم در همین شهر چندین، همین من نبودم، من ایران بودم، اومدم شنیدم متاسفانه یه جوان اینجا حدود 22 ساله مواد زده بود ایرانی، اووردوز کرده بود، مرد از یه خانواده خیلی باسواد و فلان چرت و پرتا. خانم دکتر یا آقای دکتر مهندسی که صبح تا شب سر کارشون، هم شب هم خسته و گفته میان، نمیدونن این بچهشون صبح تا شب با کی بزرگ شده، کجا رفته، چیکار کرده، طبیعی اون بچه فاسد میشه. یا همون مؤمنه، حتی افراد در هر چیزی کار رو خراب میکنه، تفریط هم در هر کاری خراب میکنه. ما باید تعادل رو حفظ میکنیم. من باید به عنوان یک پدر و به عنوان یک همسر وظیفه قانونی خودم بدونم، قام از گیریم خودم بیشتر دراز نکنم. اون وقت که بچه من سالم به عمل میاد، اگر غیر از این باشه نه. من خیلی از آدم ها رو سراغ دارم که مرده دائم الخمر بوده، ولی بچه هایی داره زحمتکش و کارگر، بسیارم انسان های خوب و زحمتکشی هستن، ولی اون همون دائم الخمره چشش این بچه ها دور نمیشد، مست میکشد، خونش چپه میافتاد، ولی روزش مردونه بالا سر این زن بچهش بود. خب پیاشه گرد در سن حوزه چه وقتی باید کاشت و بعد از چه مدتی گل میده؟ پیاچه کدوم گل رو منظورته؟ گل لاله، گل نرگس، سوسن، نسته، چی رو؟ کدوم رو بخواهی؟ ولی شما که در سنحوزه هستی، بهترین موقع کاشت پیازهاتون در ابتدای زمستون بود. اگر در ابتدای زمستون شما میکاشتی، در ابتدای بهار به گل میرسید، ولی الان اگر بکارید احتمال خیلی زیاد هست در آخرای ابریل یا اوایل می به گل برسید. سلام، اصلا قبول ندارم، پدری اهل مسجد، پسرش چی؟ معتاد شده. خب گفتم به شما اون پدر مسجد داره میره، ولی ریاکاره، واقعی مسجد نمیره. اگر آدم مسجد بوره واقعی باشه، به حرمت خانوادش احترام میذاره. خود من زمانی بچه ها منحرف میشن که من بچه ها رو ندید بگیرم. پدری که یادتون باشه در روز یک مرتبه به پسر دخترش نگه دوست دارم، همسری که در روز یک بار به زنش نگه دوست دارم، اون زن و بچه از اون بیگانه میشن. پدر بودن این نیستش که من دارم این تراکتور کار کنم و بیارم بدم جیب بچه هم بکنن. اینقدر پدرها هستن که صبح تا شب میرن مثل دورجون خر کار میکنن، شب هم میان این جنازه میفتن یه گوشه، اصلا نمیفهمن بچه چیه. بعد برای اینکه خودشون رو گول بزنن، فریب بدن، چهار تا رکعت هم نمازم میکنن. نه، پدر وظیفه داره پا به پای بچه هاش بره بالا، با به پای بچه‌هاش، با بچه‌هاش بازی بکنه، با بچه‌هاش راه بره، با بچه‌هاش مسافرت بره، با بچه‌هاش حال کنه، روک و روراست بچه‌هاش رو بروش با هم زندگی بکنن صادقانه. با دیکتاتوری، چه پولدار چه بیپول، چه مؤمن چه غیر مؤمن، فرزندانمون فاسد میشن. یادتون باشه پدر و مادری که خودشون رو فقط برده پول و کار میکنن یا فقط 24 ساعت سرش به مسجد و نمازه، از تربیت بچه ها کجا میرسه؟ تربیت بچه با پول و ایمان فرق داره، یه چیز متفاوتیه. لطفا فیلم کامل هرس درخت از 0 تا 100 تهیه کنید برای تازه کارها، ممنون. حتما برو چشم، حتما. من متاسفانه یه مشکل دارم، قبلا کسی بود زحمت میکشید برای من، میمد فیلم میگرفت، به خاطر سرما و اینا نمیان دیگه، نمیان چکارش کنم. بعد سعی میکنم بالاخره یک کارش بکنم، چشم در نظر دارم، از یه بنده خدا خواهش کردم ببینم قبول میکنه. به خدا پولم میدیم ولی بازم نمیان دیگه. خیلی دارم میخواد بله دقیقا ریز کاری رو براتون بذارم، حتما این کار میکنم. نحوه تهیه کود حیوانی رو توضیح میدم. نحوه تهیه کود حیوانی، کود حیوانی منظور از تهیهش چیه؟ کسوندنشه؟ من نمیدونم منظورتون چیه.
درخت فندق 7 ساله بار نمیدن، همچنین هرس میکنن فندق رو. ببینید تمام درخت ها، یادتون باشه تمام درخت ها نیاز به هرس دارن. وقتی یک درختی شروع میکنه به شکل جنگلی شدن، پر از شاخ و برگ میشه، اون درخت بار خوب نمیده. ما باید شاخه‌هایی رو که شناسایی بکنیم تولید برگ میکنه اونا رو هرس بکنیم، و شاخه‌هایی که تولید میوه میکنه اونا رو نگهداری کنیم. درخت که درون داخلش نور خوب آفتاب نره، درختی که تغذیه خوب نداشته باشه، درختی که اطرافش زنبور اثر پروانه کفتوزن حشراتی که کارشون پالانیشن گردافشانیه نباشه، اینا با این موضوع برخورد میکنن قطعا. چندین عوامل وجود داره برای میوه ندادن یک درخت. بسیاری از درخت ها رو خیلی از هسته میکنن. شما اولی که زمانی که درخت رو که میخرید مطمئن باشید که اون درخت از پایه پیوند داره یا نداره. این هست. خیلی ممکن پیوند نخورده باشن، از هسته کاشته باشن، بهتون بدن. خیلی از درخت ها تکن، احتیاج به دوخت دارن، نیاز به گردافشانی دارن. بیشتر درخت ها گردافشانیشون به واسطه حشرات انجام میشه. بعضی از درخت ها مثل پسته یا آلو یا آلبالو، اینا پایه نرماده روی خود درخت شکل میگیره با حرکت باد و پرواز پرنده و وزش باد، این گردافشانی درش به وجود میاد. ولی کن خیلی از درخت ها باید حتما جفت داشته باشن، اینا رو هم در نظر بگیرید. و تغذیه و آبیاری منظم بسیار بسیار مؤثره در این مسئله. بچه های مؤمن ما اختلاس کننده هستند، اونا بچه های مؤمن نیستن عزیزای من، اونا بچه های نمیدونم چه کلامو به کار ببرم، اونا بچه های انسان های پست هستن. پدر مادری که نطفه غلط بسته باشن، فرزندانشون هم مطمئن باش داغ بده رو میذارن. یادمون باشه عزیزای من، دزدی این نیستش که من دارم از دیوار کسی بکنم. من اگر معلم هستم، به جایی که برم 8 ساعت به دانش آموزان درس بدم، تو اون 8 ساعت بیام بشینم با موبایل خودم بازی بکنم و با ایمون چک بکنم، من دزدی کردم. اگر من کارمند بانک هستم، قرار اگر 8 ساعت در اداره کار بکنم، به جای 8 ساعت به خونه بیارم که من دارم میرم نماز خونه، 3 ساعت ارباب رجوع رو تو صف نگه دارم برم تو صف نماز وایسم علکی، من لقمه حرام دادم به فرزندم. یادمون باشه ما زمانی که لقمه حرام به همسرانمون بدیم بخوره و نطفه حرام رو ببندیم، هیچ کارش نمیتون بکنیم. تمامی را که شما میبینید این بچه هایی که اختلاس میکنن، تمامشون از عملکرد گذشته پدران و مادران اون هست. یادتون باشه ازم، اگر من امروز در اینجا هستم، در این موقعیت هستم، در این شرایط هستم، نتیجه تفکر و عملکرد 20 سال گذشته من، و اگر زنده باشم در 20 سال آینده، نتیجه تفکر و اندیشه و عملکرد امروزم. به همین سادگی. پس بنابراین هر انسانی اگر خطا میره، اون انسان رو ما باید ببینیم از کجا شروع شده تا به اونجا رسیده. هیچ انسان شریفی، هیچ انسان با وجدانی که با شرف بزرگ شده باشه و با شرف مطلش بسته شده باشه، هرگز حاضر نمیشه که به جامعه ای، به موجودی، به حیوانی حتی ظلم کنه. زمین باغمون رو همراه با چی؟ همراه با خود چی؟ شب بزنیم. ببینید این چیزی که نوشتیم و مترجم نمیشم. شما بهترین کاری که میتونید بکنید، منظورتون اگر به شخ زدنه، اول زمین رو یه شخ میزنید، بعد کود حیوان رو با کودش این مخلوط میکنید، بخواید دوباره یه شخ دیگه میزنید. به این حالت بهترین حالت میشه. سلام، من مصابرتون لطفا در مورد کار
کاشت بذر گل اختر راهنمایی کنیم. گل اختر رو شما بهترین زمان کاشتتون اینه که در ابتدای بهار بکارید و قبل از اینکه بخواید این بذر رو بکارید یادتون باشه اگر میخواید زود به نتیجه برسه یه حدود 8-10 ساعتی در آب بخوابونش، بعد از آب درش بیاد، بعد با فاصله 1 اینچ اینا رو در هر جایی هم که داره میکاری 3 تا دونه بذر بنداز که اینا با هم دیگه تشکیل میشن از یک رشد کامل. سلام، اما بذر بادون کاشتیم و پیوند نزدیم و بهترین ثمر دیدن میشه توضیح بدیم در مورد پیوند؟ ببینید بذر بادون کاشتی، شما اگر بادون رو از پسته کاشته باشید حتما باید پیوند بزنید، ولی چه بهتر بود که شما بادون رو به جایی که بکارید همون درخت رو که میدونید که بار خوبی داره میده، ثمر خوبی میده، شما یه درخت آلو، بهترین کاری بود که یه درخت آلو، یه نهال آلو رو میگرفتید و اون رو میکاشتید و در بهار از اون درخت که مورد نظرتون بادوم خوبیه روی اون روی پایش پیوند نیمانی میزدید و یه درخت خوب بادوم بهتون میدن. این بهترین کار بود. ولی شما وقتی بادوم رو میکارید روی خود بادوم بخواییم پیوند بزنید درخت خوبی نخواهید داشت، بار خوبی نمید. ساده استاد، اینا بدبختی ما رو میخوان. خب بالاخره هر کسی یه جوری فکر میکنه. خب من یه 5 دقیقه دیگه در خدمتتون هستم، بعدش دیگه مرخص میشم. خانه من زیاد آفتاب نداره، بهتر از چه درختی و گل و سبزیجاتی بکنم در شمال کالیفرنیا؟ با تشکر. منظور زیاد آفتاب نداره، مثلا ببینید اگر زمین شما زیاد نه در روز 4 ساعت اگر آفتاب بگیره برای سبزیجات تمومه، عالیه، هیچ نگرانی. سیفیجات، سبزیجات روز 4 ساعت اگر شما آفتاب داشته باشید خیلی هم عالیه. ولی برای اینکه فضای باغچه‌ت، من نمیدونم چقدره، اگر فضای باغچه‌ت خوبه، خیلی بزرگه، کاش اول شما هم گفته بودی، میتونی شما اونجا گلهای پیازی بکنید. یا تو باشه جاهایی که آفتاب خور خوب نداره، کم آفتابه، بهترین انتخاب، بهترین گزینه ما از گلهایی که پیازی هستن استفاده بکنید. اینا در فصل خودشون احتیاج شدیدی به آفتاب ندارن، فقط احتیاج به نور دارن و آبیاری، میتونن بهترین گلها رو بهتون بدن. ولی شما میتونید در همون قسمت سایه بهترین کاری هم که میتونید بکنید میتونید از گیاهای استوایی استفاده بکنید که زیاد به نور آفتاب احتیاج ندارن. اونجا مثلا گل رز براش موقعیت خوبی نخواهد داشت، ولی عرض میکنم بیشتر گلای پیازی اونجا رشد خوبی میکنه. سلام استاد، یادت باشه اصفهان نیومدی؟ به خدا شرمنده تونم دیگه، من دوست دارم بیام، دوست دارم بدیدن رو بیام. بهتون بگم یک سال ها این دم آخر این خاطره رو براتون تعریف بکنم بعد برم. بسیاری از عزیزان من بیوفایی کردم، به دیدنشون نرفتم، ولی اینا بدترین شرمندگی رو برای من به جا گذاشتن. این بود که آورده بودن هدایایی رو داده بودن به لابی هتل که بدن به من، که یکی از همین عزیزان فرید خانم صادقی بود که من از همینجا ازش واقعا تشکر میکنم. اگه بخوام اسم ببرم فراوونن، یکی دیگه خانم زینت حسنی که اصلا یک ساعت مونده که ما از هتل بیایم بیرون
پسر گونش رو زحمت کشید از شهر دیگه‌ای با چه زحمتی یک چمدون پر و وزن چمدون قانونا 25 کیلوه ولی اون خانم 38 کیلو یک چمدون رو پر کرده بود و داده بود آقا پسر گونش آورده بود که جالب اینجاست که این چمدون رو توی لابی هتل جا گذاشتیم دمای ایرپورت دمای فرودگاه بودیم که خانم گفت اون چمدون جا مونده ها که این زن دوباره برگشت و اون چمدون برداشت و آورد. ما خیلی دارم اینجوری شرمنده‌شون شدم ولی اینقدر عزیزان به ما هدایا داده بودن خدا شده ما با چیز در حدود 8 تا چمدون اومدیم و چقدر هم جریمه شدیم به خاطر این چمدونا. کلی خانم گفت نبریم اینا رو گفتم بابا دیگه از چاره نیست پای ببریم مسئله مادیش مهم نیست مسئله معنویشه ولی قول میدم با امید خدا با امید خدا اگر زنده بودم در تابستون اگر خداوند خواست و امام رضا طلبی از سلام بیان برم زیارت حتما میام به خونه تکتر کنم سر میزنم بیل کلنگیاتون رو آماده کنید چه میام براتون اونجا بیل بزنم ایشای با قبولتون رو آماده کنید میام براتون حدث کنم و آرزو من میره که ایشالله به اون آرزو من دارم میرسم من از خدا هر چی خواستم به من داده یادتون باشم اینم رسیدم بهش میام ایران و جایی رو تقدیم میکنم به جوان ها آموزش میدم اونی که بلدم چیزی بلد نیستم ولی اونی که بلدم دوستتون دارم با گفتار بعدی خدا نگهدار